دوستان شبتون بخیر، افتخار دارم که یک شب دیگه ای در خدمت استاد نازنین و جناب آقای دکتر مهدی ها باشم. دو هفته قبل ما در امتداد بحث لیبرالیسم خدمت ایشون بودیم، قرار شد جلسه دیگه ای هم داشته باشیم تا درباره نسبت روشنفکران و لیبرالیسم صحبت بکنیم و اصل دلیلی که مزاحم ایشون شدم این بود که پیروه حالا مطالب ناچیزی هم که بنده نوشته بودم در صفحاتم بنده برای این که چرا روشنفکران و نویسندگان بطن میل به لیبرالیسم ستیزی دارن. از قضا بعید میدونم ما کسی بهتر از استاد مهدی ها بتونیم پیدا بکنیم در این باره صحبت بکنم. ایشون کتابی رو چند سال پیش منتشر کردن، کتاب بسیار ارزشمندی با عنوان این که چرا روشنفکران لیبرالیسم را دوست ندارن، نوشته متفکر لیبرال فرانسوی رمون بودون و با ترجمه ایشون و یه مقدمه درختانی هم که ایشون زحمت کشیدن بر کتاب نوشتن. بعید میدونم من در خاطر ندارم کسی دیگه ای از فرهنگستان و محققان ما در این زمینه کار کرده باشه. پرحرفی نکنم، این رو من به عنوان شروع سلام میگیرم و همچنین ذکر عنوان. شما هم حالا میخواید درود ابتدایی داشته باشید تا من سوالا رو شروع بکنم. بله، خیلی متشکرم از لطف شما که این برنامه رو به هر حال تدارک دیدید. سلام عرض کنم خدمت دوستان عزیزی که شنونده ما هستند، بیننده ما هستند و امیدوارم که خیلی ناامیدشون نکنیم از این یک ساعت وقتی که صرف میکنن اینجا. زنده باد. من ترجیح میدم با چند سطر از کتاب، از مقدمه‌ای که برای این کتاب نوشتید شروع بکنم و بعد بریم و به هر حال وقتمون هم تنظیم کردیم یک ساعت بیشتر نشه که دوستان تا انتها با ما همراه باشن. توی این رفته جان؟ نه، این یک ساعت از لحظه‌ای که شروع کردیم دیگه، یعنی 2 دقیقه گذشته از آخرین باری که لایو رو باز کردیم حساب میشه. توی اینجا یه بحثی شما ابتدا کردید و توضیح دارید که به هر حال روشنفکری دورانش هم یه مقدار سپری شده و یک دلایلی هم برمیشمارید برای کمرنگ شدن روشنفکران. میگید میفرمایید که کمتر میتوان مثل گذشته ها از کشف حقایق بزرگ خبر داد و راجع به هر چیز مهمی اظهار نظرهای قاطع کرد و آرزو را جای برنامه عرضه کرد و فرموله های ساده و جذاب برای حل مشکلات بزرگ و بغرنج داد و انتظار اقبال عام هم داشت. زمانی بود که گفته میشد ریشه همه فلاکت ها در زمین جهل است، گمشده خلایق آگاهی است و نقشه این گنج در جیب روشن فکر است. با ما باشید، آگاه شوید تا رستگار شوید. الان 3 اتفاق افتاده است که این مدعا را لغو و لغزان نشان می‌دهد. آگاهی به وفور و به قیمت ارزان در همه جا دسترس است. نیز بسیاری متوجه این شدند که بخش‌هایی از آن آگاهی موعود روشنفکران اصلا آگاهی نبود، ضد آگاهی. و سوم این که آدمیان با دست یافتن بیشتر به آگاهی بیشتر میفهمند که باید انتظارشان را از آن محدود کنند، یعنی انتظارشان از آگاهی. مشکلات بشر بیشتر ناشی از نتوانستن است تا ندانستن. دانایی گاهی توانایی است اما نه همیشه و در هر مسئله. از این مهمتر، حتی توانایی هم از پس حل همه مشکلات بر نمی آید، چون ذات زندگی تراژیک است. چرا؟ به دست آوردن هر چیزی حسنی دارد و عیبی، هر چه حسن بزرگتر عیب هم. به دست آوردن هر چیزی حسنی دارد و عیبی، به هر چه حسن بزرگتر عیب هم. در قله توانایی هم هر چیز که در دست ماست همین دو رویه را دارد. کمترین دلیلش این که هر چیزی وقتی به دست آمد دیگران ارج و اهمیتی را ندارد که وقتی نبود داشت. به این دلایل میتوان گفت اگر قرن 20 به درستی قرن روشنفکران نام گرفت، قرن 21 قرن آنان نیست. خب من از اینجا شروع کنم که اینطور که پیداست این قضیه
استیلای روشنفکران و هژمونیشون در حوزه عمومی در بین اهل نظر یک چیز ظاهرا امر مختص به ایران نیست. این کتابی هم که ریمون بودون نوشته ظاهرا میخواد همین مسائل رو برای ما شرح بده، میخواد در ابتدا از این از منظر جهانی به این مسئله یه مقدار بر ما بپردازه. قبلش من یه سوال از شما بکنم، این قلب هایی که از این کنار داره میره بالا مال منه یا مال شماست؟ ما چه جوری تقسیم کنیم اینا رو؟ مال شماست، صف شماست دیگه. والا قرائن که چیز دیگه ای نشون میده. حالا بگذاریم، عرضم به حضور شریک شما که من همیشه برای این نکته تاکید داشتم که آدما عادتا همیشه دنبال اینن که نقطه اختلاف خودشون رو با بقیه، حالا چه با بغل دستیشون چه با آدم های دنیا و چه حتی با آدم های تاریخ، دنبال این هستن که تفاوت ها رو پیدا کنن، در حالی که این چیز خیلی خوبی نیست. یعنی ما رو گمراه میکنه. واقعیت اینه که ما خیلی بیشتر از اون که معمولا فکر میکنیم با آدم های دیگه اشتراک داریم در خیلی از زمینه‌ها تا اختلاف. بخش روشن فکری هم همینطوره، یعنی موضوعی نیست که اختصاصی به کشور ما داشته بوده باشه. البته شاید مثل هر چیز دیگری که ممکنه از کشورهای صنعتی به جانب ما اومده باشه، ما که میگم یعنی ما جهان سوم، یه عیب و ایرادهای اضافه هم پیدا کرده باشه، افرادهایی مثلا یا چیزهایی از این قبیل. اما در هر صورت بحث روشنفکری در اصل و در واقع مولدش کشورهای مثل فرانسه، آلمان و امریکا بودند. البته به نظر من قاعدتا باید هر جایی بشه سراغش رو گرفت، ولی اینها حداقل از حیث مدیاتیک کلمه، خب کتاب و مجله و غیر و ذالک، بیشتر پوشش میداد افکارشون رو و از اونجا بیشتر صادر میشد به جاهای دیگه. البته شکل کمتر حزبیش رو میگم، شکل حزبی ترش که در قرن بیستم متعلق به شوروی و بعضی از کشورهای این چنینی بوده. در هر صورت من تصورم اینه که این قضیه رو در کلیتش جهانی ببینیم و برمیگرده به مشترکات جوامع و آدم ها با هم دیگه. زنده بود. به هر حال روشن فکر اینطور که من برداشت میکنم هر جای دنیا که باشه در پی اینه که با کار نظری مدعی نظمهای جایگزینی باشه که معایب موجود رو نداشته باشه. این رو شما تایید میفرمایید؟ ببینید یک بار شما توی گفتگوی خصوصی که داشتیم میفرمودید که برای عموم مردم، عموم مردم همه جا، پیشرفت و بودن چیزها و اینها امر طبیعی عادیه، اما نگاه معطوف به معایبه. خب روشن فکر از این فرضیت خیلی خوب میتونه استفاده بکنه، میتونه بیاد اون چیزی که محقق شده رو امر بدیهی بدونه و بلایایی که در کنار اون وجود داره اون نقصانها رو به دلیل این سیستم بدونه. حالا کاری که روشن فکر میکنه اینه که در عالم نظری طرحی در میندازه روی کاغذ و با ادعاهای بزرگ و حالا میگه حالا من میخوام اینو جایگزین این بکنم و بهترین گواهش هم داله بر این که نیاز به این نظریات معایبیه که وجود داره. بله درسته. ببینید ماجرا به نظر من از جایی شروع شد که نقطه شروع خوبی هم بود، یعنی بیس پذیرفتنی و خوبی بود، جزء پیشرفت‌های مهم و بزرگ بشریت محسوب شد. اونم بحث دوره روشنگری که در واقع تقدیرگرایی و سرنوشت اندیشی مورد پرسش جدی قرار گرفت و عده‌ای گفتن که به درستی هم گفتن که این تصور که همیشه دنیا همین جور بوده و همیشه همین جور میمونه و نمیدونم هر کسی هم یه سرنوشت و تقدیری داره و این تغییر هم نمی‌کنه،
این حرف غلطی است و ما میخوایم اقدام کنیم به تغییر، به اینکه در واقع زمام سرنوشته حالا هر انسانی برای خودش و جوامع هم در کلی بشریت خودشون زمام در اختیار بگیرن و به سمت و سویی که در نظر دارن اون رو پیش برونن. اصل ماجرا چیز بدی نبود و موفقیت هایی هم داشت، ولی مثل هر چیز دیگه‌ای که من همیشه میگم، هر سوالی که تو این دنیا مطرح میکنیم هر پاسخی بهش داده بشه، این هم سوال و هم جواب در درجه دوم اهمیته. سوال مهمتر و جواب مهمتر بعد از اینه که میتونیم بپرسیم چقدر بشر در واقع بازیچه سرنوشت نیست و چقدر میتونه زمام سرنوشت خودش رو، میگم در همه معانی، هم فردی و هم جمعی بشری، خودش به دست بگیره. این چیزی بود که این سوال دوم رو جوابش ندادن و یا جواب غلط بهش دادن و فکر کردن که همین که سرنوشت ما میتونه در دست ما قرار بگیره، یعنی کلن میتونه، یعنی بدون هیچ اما و اگر و چانه زنی و فلان و فلان به طور کلی میتونه اینطور باشه، که خب غلط. ما تا حدودی میتونیم سرنوشتمون رو زمامش در اختیار بگیریم و به سمت و سوی که میخوایم پدادش کنیم. اشتباه بزرگ روشنفکری این بود که این قضیه رو ندید و فکر کرد که حالا که ما از اون در واقع غار تاریک سرنوشت گرایی بیرون اومدیم، حالا دیگه گفت بعد از این نور و آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد، دیگه از هم مشکلی باقی نمونه، دیگه هر کاری دوست داشته باشیم و بخوایم انجام میدیم. در حالی که خب ماجرا اینطوری نیست و نبود و همین مثل عشق که اول آسان نمود و بعد مشکل ها افتاد دیگه، ولی اینا نخواستن اون مشکل ها رو هم ببینن، مشکل ها رو هم بعد باز نسبت دادن به اینکه نظام هایی و کسانی و فلان که نمیخوان ما این حرفا رو، همین الان هم حتی کشور خودمون رو هنوز میشنویم، اونو که نمیخوان ما مثلا به صلاح و فلاح برسیم، این افکار و ایده ها رو برای ما مطرح میکنن و نمیذارن. زنده. خب به هر حال دنیا یک مراحل تطوری رو پشت سر گذاشت و ما رفته رفته یعنی اگه بگیم از هم روشنگری که شما شروع کردید، بعد از اون روشنگری به هر حال ما انقلاب فرانسه رو داشتیم، بعد انقلاب یعنی انقلاب های بزرگ جهانی اروپایی، انقلاب 1848 اروپا رو داشتیم و بعد رفته رفته هرچه جلو آمدیم تا رسیدیم به مارکسی که دیگه پرچمدار اصلی تحول و تحول خواهی مارکسیست شد و طبعا چه قوی ترین جریان روشنفکری هم در دامان مارکسیستی میتونست شکل بگیره. این جریان چگونه تونسته که خودش رو به هر حال با این که رسیدیم به قرن بیستم اونقدر دستاوردی شاید به شکل ملموس نداشت، دنیا رو داشت لیبرالیسم و کاپیتالیسم میساخت، دنیا رو او متحول میکرد، اما صدای روشنفکرانی که مخالف مثلا امر لیبرال، نظام لیبرال، نظام سرمایه‌دار بودن بلندتر، رساتر، محبوبتر و فارغ از اینکه کارنامه اینها چی بود، اینها چی میگفت، اینها بازار داغی داشتن. این معما چیه؟ ببینید، اولا که به معنای ساده کلمه به لحاظ روانشناختی، ما چیزی رو که دوست می‌داریم، برامون مطلوبه و دلخواه ما هست، به آسونی زیر بار این که نمیشه و نشدنیه و موانع داره نمیریم. و اون لطیفه دوغ و دریا رو شنیدید؟ همه میدونن که با زدن کاسه ماست به دریا دوغ به دست نمیاد، ولی همواره به گفته همون کسی که گفته ولی اگه بشه میدونی چقدر میشه، این اگه بشه میدونی چقدر میشه چشم از اون واقعیت ها میبنده و نمیگذاره که ببینن. این یه نکته بود که یه نکته هم این که اساساً اونها در مقام اینکه چیزی رو تست تجربی کنن و ببینن که چقدر با ظرفیت های این آدم و این عالم تطبیق میکنه، اصلا در پی این نبودند. یه جورایی بخوام مثال بزنم، مثل این نوجوانی که عاشق میشه، اگر تمام آسمون ریسمون شما براش به هم ببافید که این نشدنیه فلان، میگه موقع پادر من اینو میخوام، فرق نمیکنه. وقتی آدم ها به یه ایده، به یه نتیجه، به یک آرمان به شدت دل میبندن، اونها هم زیر بار
تجربه های شکست خورده نمیرن، کمان که حتی هنوز هم ما داریم کسانی رو که شما میدونید ما میدونیم میشناسیم که هنوز بر همون باورها، حتی خیلی کمتر شدن، شاید خیلی هاشون ایده های خفیفتری رو پیگیری میکنن، ولی هنوز هستن کسانی که بر همون سیاق میگن و میشنون و فکر میکنن و آرزو میبرن. و علت اصلیش هم اینه که از یه طرف همین نکته که گفتم، یعنی نمیخوان چون دوست میدارن اون نتیجه رو، نمیخوان واقعیت رو ببینن، و این نکته دیگه هم که یه مقدارم شاید به صورت لجاج در اومده، یعنی مثل وقتی شما توی مسابقه شکست میخورید، خب میتونید شکست رو بپذیرید، میتونیم بدوی راه بگی به زمین و آسمون، انکار کنی، بگی تقلب شده، فلان شده، بهمان شده، و بالاخره زیر بارون شکست نری. این هم یه بخشی از ماجرا هست. اما اگر بخوام یه زمینه هم برای این بگم که چی شد که اینطور شد، این هم هست که از اساس گفتم اون ایده اراده گرایی از حدود خودش، از چارچوب خودش بیرون رفت، و از طرفی با توجه به این که در قرن 19 ما شاهد در واقع انفجار علم هستیم و به دنبالش در قرن 20 انفجار تکنولوژی هستیم و فراوانی و پیشرفت، خب میدونید یه چیزی هست به نام منحنی جی دیویس که میگه که در شرایطی که جوامع در حالت ثبات هستند اینها چیزی هم نمیخواند، وقتی شروع شد به توسعه و پیشرفت و افزودن امکانات، تمایلات به امکانات بیشتر هم شروع میکنه به حرکت کردن، و ظاهرا سرعت این دومی از اولی بیشتره، و وقتی افراد اینو میبینن اون میلشون به اینکه خب وضعیت تغییر کنه بیشتر میشه، و به دنبال این هستن که احتمالا اگر میشه که خب طبق اون تئوری ها میشد با تغییراتی این ماجرا رو به هم بزنن و دنیای دیگه ای درست کنن، دنیایی که در اون چنان که بعضی فکر میکردن حق به حق دار برسه، یا اون چنان که بعضی دیگه ای فکر میکردن حداقل این حقها به شکل معتدلتر و مساویتری یا کمتر نابرابری توزیع بشه، و رسید به جایی که توان در زمانی که این شعله داشت در کشورهای مادر، در کشورهایی که ریشه داشت، اونجا داشت کم کم فرو میکشید و در واقع دیگه یک ایدهی برشکسته محسوب شد، چنانکه در ماجراهای می 68 در فرانسه و آلمان و امریکا اینطور شد. از قضا، از بدشانسی شاهد بگین، این زمان همون موقعی بود که تازه این ایده ها به قوت و شدت وارد ایران شد و خیلی خیلی جدی گرفته شد. و اگر بخوام به اصطلاح به انگیزه ها اشاره کنم، ببینید تو این قضیه هم انگیزه های خوب وجود داشت هم انگیزه های بد. انگیزه های خوب چی بود؟ مثلا اینکه همه انسان ها برخوردار باشن. ما میتونیم دلسوزی داشته باشیم، این صفت خوبیه، مثلا نگاه کنیم به انسان های فقیر، به انسان های درمانده، به انسان های بدون امکانات، و بخوایم که خب مثلا این وضعیت تغییر کنه، این که انگیزه خوبیه. ولی فقط این نبود، خیلی از روشنفکران آدمایی بودن که باید یه کاری میکردن، یعنی به این معنا که شخصیت‌های پر انرژی و کسانی که جان در قالبشون نمیگنجه باید یه کاری میکردن، حالا از قضا به این مسیر اومدن، میتونستن یک کارآفرین بزرگ بشن. و خب بحث قدرت خواهی هم بود در واقع، روشنفکری یک میانبر برای این هست که شما یا به قدرت برسی یا دست کم قدرت قدرتمندان رو تهدید بکنی، این هم یه احساس قدرته. و خب مسائل دیگه هم میشه مطرح کرد که خیلی بدشون میاد، از جمله اینکه وقتی شما خب از بعضی از امکانات برخوردار نباشی و خودت هم آدم شایسته‌ای بدونی، این هم شما رو یه مقدار سر لج میندازه که یه کاری بکنی که یا منم باید تو این قضیه شریک باشم یا شما رو هم برنامه‌تون رو به هم میزنم. این هم چیزایی که بوده، به خصوص وقتی که زندگی های یه کمی خصوصی تر این افراد دارم از نزدیک نگاه میکنه، در بسیاری موارد اینه که اصلا اون خبرها نیست، خیلی از اینها
به یه برادر، به یه همسایه، به یه خیشاوند رواخواه نبودن که از امکانات خودشون ببخشن. و این نشون میده که اون بحث دلسوزی و در واقع بزرگمنشی و همدلی با انسان‌های فلان میتونه برای بعضی ها و تا حدودی انگیزه باشه. در خیلی از موارد این ماجرا میتونست به انگیزه های ربط پیدا کنه که انگیزه های مثبت و خوب در نظر ما تلقی نمیشن. من قبلا هم این قضیه اشاره کردم، گفتم تجربه من، حالا دور از جون شخص شما، از خیلی از زندانیان سیاسی اینه که اینا اینطور نبوده که آدمایی باشن که بگن که خب من اقدام به مبارزه میکنم قربتن الله مثلا یا چیزی شبیه به این. طرف یه آدمیه که پر انرژی، یه کاری باید بکنه. همونطور که ما شغلامون رو خودمون انتخاب نکردیم و خیلیمون به حسب اتفاق به این مسیرها اومدیم، اونم اون لیویدوش به حسب اتفاق تو حدی تو اون مسیر افتاده. خیلیشون مثلا من دیدم وقتی میاد بیرون میره سراغ قاشاق، ولی بازم یه کار بزرگ. خیلیشون میرن دنبال مثلا فرض کن معامله و شرکت زدن، باز هم یه کار بزرگ. این نشون میده که اون ماجراها یه مقدار از این دریچه باید رصد بشه. ببخشید من یه بحث خیلی به نظرم تعیین کننده این وسط اینجا وجود داره، اینه که به طور کلی روشن فکران یه اخلاقی رو به عنوان مایملک خودشون میدونه، به ویژه در برابر لیبرالیسم و کاپیتالیسم. یعنی یه اخلاقی رو میدازن که انگار بخش بزرگی از قدرتی هم که اینها دارن متکی به این اخلاقه. این اخلاق داخلش چیزی مفاهیم وجود داره، مثل عدالت، مثل ظلم ستیزی، مثل برابری. خب وقتی شما یک نظام اخلاقی ایجاد میکنی که تمام مفاهیم مثبت رو درونش برای خودت مصادره میکنی و مثلا توزیع برابر، مثلا رسیدگی به فقرا، مثلا این که توسعه متوازن، اصلا هم کاری ندارن که مثلا توسعه متوازن اصلا امری شدنی هست، اصلا شدنی هست یا نه، ولی به هر حال یک نظام اخلاقی فارغ از واقعیت‌های موجود هر جامعه، به ویژه جامعه ایرانی، الان ما اومدیم داخل ایران، یک نظام اخلاقی سترگی میسازن. سترگ از این جهت که فارغ از واقعیته، همیشه واقعیت ساخت نظام نظری رو دشوار میکنه، چون باید سازگار باشه دیگه. وقتی واقعیت کنار بذاری و به صورت ذهنی یک نظام اخلاقی بسازی، سترگ میشه، قوی میشه، هر جا خواستی میتونی یک گره رو به هم بزنی، پیچ و مهره رو به هم بکنی. و خب داخل این پر از مفاهیم مثبت و قدرتمنده و اون روشن فکر هم در نویسندگیش، در نظریه پردازیش خودش رو منادی اون میدونه، فارغ از این که اون چیزی که ساخته اصلا چقدر شدنیه. و این اخلاق لیبرالیسم داره دنیایی رو میسازه، دنیایی رو میساخته. این اومده لیبرالیسم رو نقد میکنه و ضد لیبرال شده، لیبرال ستیز شده، به جهت اینکه اون لیبرالیسم این ویژگی های اخلاقی که در دنیای ذهنی این روشن فکر وجود داره رو نتونسته تحقق ببخشه. خب اصلا لیبرالیسم شانسی در برابر این نظام اخلاقی سترگ که فارغ از واقعیش گرفته داشته میتونسته اصلا از خودش دفاع بکنه؟ و جواب به کسی که این نظام اخلاقی رو فارغ از واقعیت میساخته چه بوده واقعا؟ همونطور که همه شنونده های ما میدونن، ما دو جور مواجهه در هنگام سخن گفتن یا ایجاد ارتباط کلامی با مخاطب داریم. البته خب اینها در واقعیت امر اونقدرها از هم تفکیک شده نیست، ولی مثل هر چیز دیگه ای وقتی ما میگیم که یا اینه یا اون، خیلی وقتا ترکیبیه دیگه، ولی در اون ترکیب ها هم ممکنه یه طرف قوت بیشتری داشته باشه. یه دیگه استدلال هست، یه خطابه. فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا اینه که در استدلال شما ذهن مخاطب رو، عقل مخاطب رو، فکر مخاطب، تجربه مخاطب رو، اینا رو در
نظر میگیری، اون رو مورد توجه و مورد خطاب قرار میدی. در خطاب که مثلا در گذشته این خطاب بیشتر عبارت بود از استفاده از شعر و ضرب المثل و مثلا آیه و به خصوص استفاده از لحن و بیان، در اینجا شما احساس طرف مقابلتون رو در اختیار گرفتید. خب فهمیدن این کار خیلی مشکلی نیست که افرادی که به این روش دوم عمل میکنند به خصوص خیلی وقتا در مقابل، در برابر مردم، عموم مردم یا به هر حال کسانی که خیلی نکته سنج و نکته گیر نیستن موافقت بیشتری دارد. یکی از علل مهم پیروزی این افراد همین بوده، یعنی استفاده از خطابه به جای استدلال. مثلا تاکید بر این که حرف ما درسته، هر کس خلاف ما حرف میزنه دشمن شماست. تاکید بر این که اون کسانی که چنین سخنانی میگن این مخالف ما حرف دارن میزنن، اساسا قدرت درک شما رو، مردم رو و مشکلاتشون رو ندارن. اونا اصلا به درد این دنیا و به درد ما نمیخورن. ما دردها رو میفهمیم، ما راه حل ها رو، راه چاره ها رو میفهمیم. بعد همه اینا در قالب گفتم خطابه، یعنی چیزی که دست میداره روی هیجان ها، روی شور، روی میل، روی آرزوهای خفته، روی نمیدونم حسرت ها، و با استفاده از خب امکاناتی که بیان و تبلیغات و اینها به فرد میده، خب قوت بیشتری پیدا میکنه. آقای کولاکوفسکی در اون کتاب معروفش جریان اصلی مارکسیست، در همون اول کتاب یه نقل قولی با رفرنس از لنین میاره که میگه رقیبان خودتون رو نقد نکنید، لجمالشون کنید. و این به نظر من توصیه‌ایه که این جریان به جد یاد گرفتن از مولا و مقتداشون و به کار بستن. و ماجرا طوری شد که در بسیاری موارد آدم هایی که حالا یا لیبرال بودن یا دست کم آدم های معمولی بودن، یعنی چپ نبودن، اون گرایش ها رو نداشتن یا قبول نداشتن، اینا احساس میکردن که مرد این میدان نیستن. آدم های آبرو دوستی هن، آدم های آرومی هن، آدم های اهل جدال و درگیری نیستن و نمیتونن بیان توی یه همچین میدونی که هر چیزی میشه گفت، هر چیزی میشه نسبت داد و بدونش ناراحتی هم شب رفت سر و گذاشت روی بالش و خوابید و نگرانی نبود که من کسی رو تحقیر کردم، کسی رو آزردم، کار ناروایی انجام دادم، حق با من نبود. حالا بعضی از اینها که اصلا این رو درک نمی کردن، بعضیشون هم که درک می کردن ولی خب مصلحت نبود که این رو به روی خودشون بیارن. در هر صورت توی فضای سالهای دهه های 40 و 50 خودم مصداقی هم میتونید در این مورد صحبت بکنید؟ بله، ببینید من در همین مقاله‌ای که نوشته بودم راجع به آقای موسوم به براهنی، اونجا اشاره کرده بودم که یکی از جمله های ایشون راجع به سهراب سپهری. سهراب سپهری خب همه ما میشناسیمش دیگه، یک شاعر طراز اول، واقعا کمتر میشه برش نظیر پیدا کرد. ولی چون سیاسی نبود و چون به ایده های اینها اهمیتی نمیداد، شما در همون مقاله احتمالا یادتون میاد که با چه لحن طعن‌آمیز و گزنده‌ای شروع میکنه مسخره کردنه. یا یه مقاله از آقای علی شریعتی هست راجبه آقای دایوش آشوری، نمیدونم دیدید یا نه، سر تا پا دست انداختن و بدگویی و مسخره کردن و اینجور چیزها. چرا؟ چون مثلا آقای آشوری یه سخنرانی یا یه مقاله داشته حالا راجع به بعضی از کشورهایی که در اون موقع اینها سردمدار ظلم و ستم و اینا محسوب میشدن، گفتن آقا هم چه خبرایی هم نیست. یا به جای اینکه بیاد مثلا مارکس رو ترجمه کنه، بعضی از نویسندگان و فیلسوفان دیگه ای رو که به مذاق آقایون خوش نمیمده ترجمه کرده. شما بدید مقاله آقای شریعتی نگاه کنید،
ببینید بدتر از این هم میشد مثلا به یه متفکر هم عصر خودت شما بتازی و بتوپی. یا نمونه دیگه‌اش آقای آل احمد در مقابل آقای خانلری. آقای خانلری که متاسفانه شاید خیلی از دوستان ما اصلا اسمش هم شاید نشنیده باشند یا کم شنیده باشند، یه آدم همه چیز تمام بود، هم شاعر، هم ادیب، هم سیاستمدار، هم مدیر، و به نظر من که از کمیاب‌های روزگار ما بود. ولی آقای آل احمد ایشون رو به لحن مسخره خانلرخان دست میانداخت، و باز به خاطر اینکه ایشون مثل آقای آل احمد فقط ودکا نمیخورده، اونم توی کافه های لاله‌زار، احتمالا چیز دیگه ای میخورده در جای دیگه، خب این چیز مطلوب اونها نبود. البته از نمونه اینجور زیاد داریم، کسانی که در طول همین دهه هایی که میگید با نجابت مشغول کار علمی، کار اجرایی، کار فرهنگی بودن و خب اینها به همین دلایل مورد فشار و اذیت و آزار قرار گرفتن. پس از میخوام استاد مسئله که اینجا خیلی مهمه روشه دیگه، یعنی روش حضور این روشنفکران در جامعه در فضای عمومی موثره. خب طبیعی هم هستش که برای مخاطب جنجال، حمله لفظی، کلام درشت، محکم صحبت کردن، بدون تردید حمله کردن، خب همه اینو جذاب‌تره دیگه. خب طبیعیه که پای منبر او هم شلوغ‌تر میشه و فکر میکنم قشر جوان هم خب خیلی بیشتر تمایل داره که این حرفهای گزنده رو به ویژه درباره یه اهل دانشگاه کتوکراواتی خیلی اتو کشیده آکادمیسیان بشنوه دیگه. فکر میکنم که این حتی میشه یک جور حمله به نهاد علم هم باشه از بیرون علم. پس میخوام درباره بحث روش این روشنفکران هم نکاتی بفرمایید. بذار قبل از اینکه اون جواب اون سوالو بدم یه تتمه برای بحث قبلی اشاره بکنم. ببینید یه نمونه از اینها آقای یارشاتر. آقای یارشاتر در دانشگاه کلمبیا مشغول تدوین، یعنی در آغاز کار برنامه داشتن که یک دایره المعارفی درست بکنن. از جمله کسانی که از ایران دعوت کردن یکی هم آقای شاملو بود. ایشونو خواستن بیاد اونجا که بیاد و در اون مستقر بشه، اونجا در واقع ساکن بشه، همکار بشه و این کار انجام بعد از مدت گفتن که ایشون طرف مثلا شغلی هر جای دنیا معمولا ساعت 9 شروع میشه تا ساعت 4 5 بعد از ظهر، مگر اینکه کسی شبکار باشه. این ساعت 3 و 4 بعد از ظهر در حالی که مست بود میمد به دفتر کار در دانشگاه کلمبیا. بعد یه چند وقت هم آقای یارشاتر عذر ایشونو خواست و گفت اینجوری نمیشه کار کرد. ولی خب ایشون طبق معمول خودش رو طرف داشت این چو انداختن که من چون فلان بودم، من چون بهمان بودم. نه، شما فلان و بهمانت همین بود، چرا بعد از دور مست می‌خواستی بلندش بیای مثلا کار کار نمیشه که. اینا برنامه‌شون این تیپیه. اما این که گفتید که اینا، ببینید من از یکی از صحبت‌های خود شما الهام می‌گیرم در این که این بحث روش رو که چه جوری اینا این کارا رو می‌کردن. یک مطلب خیلی جالب توجه شما نوشته بودید راجع به کتاب آری این چنین بود برادر شریعتی. به نظر من بسیار نمونه الگووار و آیدیال تایپی هست برای فهم این موضوع. این که شما بیای تمام تاریخ رو میدونیم، ما سمت راجعه این موضوع ساده همین دم دستی بخواهیم حرف بزنیم، میدونیم کلی تبصره داره، تذکره داره، کلی ریزکاری داره، نمیدونم اینو میگی نمیشه، اونو میگی نمیشه، استثناء پیدا میکنه. شما بگید تمام تاریخ رو یاجون یا مظلومی یا ظالم، یا مثل اون بردهی هستی که زیر اون سنگله شدی، یا مثل اون فرعونی هستی که اینها رو به کار گرفته برنگ برای خودت آرامگاه درست. خب این چیز جذابی برای آدم ها. ما دوست داریم نظریاتی که خیلی ساده ساز هست، همه چیز رو، همه این پیچیدگی های این دنیا که بعضی وقتا سر آدم
سوت میکشه ازش، همین رو بذار توی قالب بگی به همین سادگی، یه ظالم داری یه مظلوم. با این کتاب 20 صفحه‌ای آرین جنوبی برادر که یکی از دو کتابی است که ظاهرا 1 میلیون تیراژ در ایران داشت. خب قسمت بعدی چی میشه؟ اینکه دوست دیگه شما آقای صمد بهرنگی بیاد و با نوشتن یک کتاب 20 صفحه دیگه که اونم تیراژش از قضا به 1 میلیون رسید بگه که خب حالا وقتی که یه ظالم شد یه مظلوم، رابطه اینا چی میشه؟ فقط مبارزه خونین بدون هیچ گونه امکان مصالحه. روش اینا این بود، یکی ساده سازی مسائل و وصف کردنش به این که یه عده‌ای نمیخوان این دنیا خوب بشه، ما میخوایم. خب حالا که ما میخوایم، اونا نمیخوان، چیکار باید کنیم؟ اونا که میخوان باید، اونا که نمیخوان از دستت بردارن دیگه. این هم که با قوه مستلقه و اینا که نمیشه، که با مذاکره که نمیشه، که فقط باید شمشیر در آورد. و شریعتی جمله جالبی داره، میگه که ابوذر میگه من در تعجبم از مردمی که در خانه خود نانی نمییابند و با شمشیر آخته بر مردم نمیشورند. بعد میگه که خیلی جالبه، نمیگه که خود شریعتی میگه، میگه نمیگه که بر کسانی که مال اینو خوردن، بر حکومتگران، میگه بر مردم، یعنی توی که مردم هم هستی، همین که رضایت داری یا ساکت نشستی، تو هم گناهکاری، من با شمشیر شما رو هم میزنم، نه فقط اونها رو. ببینید این حرفایی که الان برای خیلی از ما یا مسخره به نظر میاد یا حتی شرم‌آور، یه زمانی خب خیلی راحت مشتری پیدا میکرد و آدم هم دوست داشتن. یکی تقسیم بندی ها با هویت دادن ها، هویت ساده به نام مظلوم، یکی هم در مقابلت آنتیتزت به نام ظالم. بعد چیکار باید کرد؟ مبارزه خونین باید کرد تا به نتیجه برسد. این مثل همون دروغ و دریاست، حالا در فرض خیلی خیلی خوبش اینه که اصلا کلش از بساط دروغ و دغله، یعنی نه آدم ها هویتشون اینه، من نه حتی اگر این باشه و اینا، اون راه چاره است. ولی در هر صورت این جذابیتش انسانها رو به سمت اونها میکشید و کشید و خب حاصلش هم دیدیم. این که بعضی ها، من اینو در پرانتز دارم میگم، خیلی از من تعجب بکنن، منم از اونا تعجب میکنم، اونا از من تعجب میکنن که توی این اوضاع احوال شما چرا من که ادیب چپ ها، منم از اونها حیرت میکنم که آنچه که ما داریم میکشیم یکی از گناه های جریان چپه. ما اشتباه گرفتیم اون چیزی که الان بهش میتازیم. آدم ها رو کاری ندارم، ما اصلا پشتوانه های فکری رو، اون چیزی که الان به عنوان دشمن اصلی در نظر گرفته میشه، اون یه چاشنی بود. بسیار از تحولاتی که ما سپری کردیم تا مغز استخونش مارکسیستی بود. اگه کسی اینو نمیفهمه، من هیچ حرفی نمیتونم دیگه باش بزنم. خیلی ممنون. حالا فکر میکنم چون به بخش پایانی صحبت هم نزدیک میشیم، میخوام یه مقدار بحث رو من سیاسی تر بکنم و در ارتباط با این واقعیت که چون روشنفکران ما خیلی عموما از این گفته میشه که نویسنده ها و روشنفکران ما زمان منتهی به انقلاب اینها چپ بودن، یعنی از جهت گفتمانی این ذهنیت در ما وجود، اما من ترجیح هم شخصا بر اینه که بگم اینها لیبرالیسم ستیز بودن، چون وجه مشترک همه اینا رو که در میاری، آخه ما حتی وقتی سمت دربار هم که میریم باز هم مثلا با کسی مثل نصر روبرو میشیم، یا دست یا با کسی از اون طرف با کسی مثل فردید روبرو هستی، همون آل احمد از منتهی راست میاد منتهی چپ حرکت میکنه، بعد اونهایی هم که چپ هستن عده خیلی معدودشون هستن که چپ مارکسیست کاملا دست کم مارکس خوندن، یه گروهش حالا دیگه لنینیستن، ماویستن، بعد یا اصلا افکار ارتقاطی دارن، یا نه فقط جنبه‌هایی رو از اندیشه چپ برداشتن. اما اگه بخوایم مخرج مشترک واقعی همه اینا رو در بیاریم،
در نهایت یه همون چیزی که من فکر میکنم لیبرالیسم ستیزی باشه، یعنی آخرش فرقی نمیکنه که سمت راست وایساده و سمت چپ وایساده، یعنی دنبال سنتگرایی و دنبال حالا ایده های فرهنگیه یا دنبال اون نگاه مترقی که خودشو مترقی میدونه مارکسیستی، فرقی نمیکنه، در نهایت یه دشمن داره و به کار هم نمی بردن. اینا بیشتر ضدیت با امپریالیسم رو مطرح میکرد، اما اگه امپریالیست ستیزو اینها رو بزن به پشتش بریم، من فکر میکنم واژه‌ای که تعبیر درست‌تر و دقیق‌تریه برای توصیف اینها بیزاری اینها از لیبرالیسمه و بدون در نظر گرفتن این که خود این لیبرالیسم بودی که اصلا فردیت و پدید اوورد، حاکمیت ها رو محدود کرد، از اون طرف با آزاد گذاشتن فرد امکان توسعه، امکان پیشرفت، یعنی اصلا همه این فرصت هایی که پدید اوورد رو کامل نادیده میگیرن و از اون بدتر به هر حال به قول فورمیزس در ته واژه لیبرال یک مفهوم آزادی هست که نمیشه کاریش کرد، شما جز هر جریانی باشی به هر حال این آزادی رو برش مورد تایید میزنی دیگه. اما در نهایت همه ضد لیبرال بودن. من تصورم اینه که یکی از دلایلی که این لیبرالیسم ستیزی پدید اومد چیه؟ به بندی آرایش سیاسی حاکم بر فضای ایران بود. یعنی میگن وقتی که یه گروهی با یه حاکمی درگیر میشه، با افکارش، با متحدانش، با همه کسی چند دشمن میشه. مثالی که من همیشه میذارم، بزرگترین مثال تاریخیش یهودیان، یهودی‌ها با یهودی‌های دربار کارهای درباری میکنن برای شهریاران اروپا. هر گروهی از مردم اروپا با شهریاران اروپا درگیر میشدن زده یهود هم میشدن. حکایت همینه، چون احساس میکنم روشنفکران، نویسندگان، جامعه توده با شاه درگیر شده بود، ببینجه حالا مثلا بعد از سرنگونی مصدق و دیگه اون شگفت اپوزیسیون پنهان، دیگه با اون جریان فکری هم که شاه به هر حال در جبهه کاپیتالیسم ایستاده بود، این باعث لیبرالیستی شده بود. و من یه نتیجه‌گیری حالا فرضی میکنم و که اونم اینه که میگم که حالا اگر برعکس بود، اگه به فرض که البته امکان ندارم، اما اگه شاه متحد مثلا شوروی بود، احتمالاً ما این حد از لیبرالیستی رو نداشتیم. یعنی حکایت بیشتر نفی اون چیزه، مثل همون اتفاقی که درباره برای ایران باستان افتاد، چون شاه از ایران باستان به عنوان پشتوانه حاکمیت خود استفاده میکرد، برای این گروهی فرق نمیکرد که ایران باستان چقدر واقعیت داره، چقدر درسته، چقدر به کار ما میاد، چقدر فرهنگ ما میخوره، کلش رو نفی میکردن. حالا دیگه فردوسی فوش میدادن، به کوروش فوش میدادن، اصلا باستان رو کتنام میکردن. من فکر میکنم بحث لیبرالیسم هم یه مشکل، یعنی بخشی از لیبرالیسم ستیزی دلیلش همین آرایش سیاسیه که مخالفان با شاه داشتن. شما نظرتون در این باره چیه؟ من موافقم با شما، این تا حد زیادی درسته. قبلش بذارید من یه تمثیل بکنم راجع به این که گفتید خیلی از جریان راست هم به اسم آقای نصر رو بردید که با این ماجراها اونها هم در این مخالفت شرکت میکرده. ببینید من یه مثال میزنم، فرض کنید این مسابقات دوچرخه سواری یا دو رو دیدید، مثلا دوچرخه سواری که خیلی تعداد زیادی در کشورهای اروپایی زیاد اتفاق میفته، مثلا 1000 نفر 2000 نفر میان تو شرکت میکنن. فرض کنید یه نفر آدم باهوشی باشه و جاه طلب و در این حال بدونه که تو این مسابقه جاییتون مثلا 10 نفر 20 نفر اول و اینها نداره، چه گزینه مقابل این هست؟ یکی از گزینه ها اینه، یه مقدار که پازد و رفت جلو بعد برگرده به سمت اون مقصد وارونه و با آخرین قدرت پا بزنه. ممکنه خیلی ها اهمیتی بهش ندن، بعد یه چند نفرم بالاخره از باب خالی از عریضه نبودن میاد، چی بود قضیه شما؟ یعنی چه که اصلا اشتباس به اون سب، به این سب باید دوچرخه سواری کنیم، راهی که کمتر پیموده میشه ما باید از این طرف بریم. این موارد هم همینطوره، این طرف نگاه کنم. یه مثال دیگه براتون بزنم، ببینید علم و تکنولوژی و لیبرالیسم اینا مثل شطرنجه، شطرنج توش
شانس هم دخیل ها، نه اینکه نباشه، ولی خب دست بالا رو نداره. مقایسه کنید با پوکر. اگر شما توان جدی نداشته باشید که خب خیلی ها ندارند، پوکر رو ترجیح میدید، چون پوکر ممکنه با بدترین دست ممکن و با درجه بالایی از زیرکی یا حالا پدرسوختگی یا امثال اینها میتونید دست رو ببرید. برای آدم ها ترجیح میدن بازی رو از شطرنج به پوکر تبدیل کنن. توجهید؟ اون چیزی که توش میشه جیغ زد، داد زد، شانتاش کرد، ارزم به حضورش، با این فضاها شانس بردن رو کماکان برای خودت حفظ کنی، نه اینکه فقط به توانایی ها و تجربه. اما اون نکته که شما گفتید به نظرم نکته درستیه. من گاهی پیش خودم میگم که شاید ایران تنها کشوریه توی دنیا که به یه معنا جریان راستش هم ضد غربیه، و منظورم هم چیزایی مثل جبهه ملی و امثال اینها بود. من واقعا یکی از حیرت هام از تاریخ مثلا 100 سالی ایران همین آقای مصدق هست. شما خودتون هم اشاره کرده بودید که این آقا وقتی که نخست وزیر قانونی مملکت، قانونی یعنی طبق قانون مشروطه اون موقع، شاه اونو پیشنهاد کرده بود، مجلس هم بهش رأی داده بود. قانونی یعنی این دیگه، نمیشه که بگیم اونایی که مثلا تو مجلس بودن آدمای خوبی نبودن که به اون رأی دادن، با این معنا که اصلا تمام دموکراسی فاتحش خونده است دیگه. جیغ و داد میکرد که تو رو میکشیم. و نمونه های از اینجور کارهاش، من واقعا این فرایند تبدیل ایشون به یک قدیس برام یه چیز حیرت آور رو نفهمیدنید. ولی حالا هرچی که بود، این قضیه اتفاق افتاد دیگه. از طرف خیلی ها هم که در یه فضای مثلا مشروط تر شانسی برای خودشون میدیدن که مدیریتی، نمیدونم موقعیتی، چیزی در نظر داشته باشن، وقتی که این قضیه اتفاق افتاد اینها دستشون تهی شد. یعنی اون بالاخره تنگنای سیاسی که شاه ایجاد کرد بعد از مرداد 32 برای خیلی ها که آینده‌ای برای خودشون میدن، از جمله جریان راست ایران، از جمله خیلی از اون عناصر جبهه ملی که هیچ نسبتی با جریان های مثل حزب توده نداشتن، اینها هم ضدیت پیدا کردن به خاطر اینکه احساس میکردن که امکانی که برای اونها وجود داشته از دست رفته و چیزهای متعددی دست به دست هم داد که حتی یه اقلیت معمولی هم که بتونه دایه داره این باشه که ما روشن فکریم و مثلا طرفدار این شرایط فعلی هستیم دیگه وجود نداشته باشه. در هر صورت میگم از این لحاظ شاید بتونیم بگیم که این مقدار بدشانسیمون بیش از معدل بدشانسی خیلی از کشورهای دیگه دنیا بود و از این حیث یه مقدار اینجا ما قافیه رو بیشتر تنگ دیدیم برای اینکه کسی بتونه بیاد و از این قضایا دفاع بکنه. خیلی ساده بود. خود شما تو این زمینه من دیدم که مطالب قابل توجهی از هم کمیت هم کیفیت گذاشتید، ولی مسئله اینجوری بود که یه نفر احساس میکرد که بیاد بگه که نفت ملی، مثل اینه که فرض کنید که یک سفره چیده شده باشه و قرار باشه اینو تقسیم کنن، یه نفر بیاد بگه که همش مال ده ما، معلومه که همه خوششون میاد، اصلا نگاه نمی کند که آیا این حرف حق میزنه یا نه، یک. دو اینکه اصلا شدنیه یا نه، به ایناش نگاه نمی کنه. اون چیزی که نسبت دارن کودتا، من نمیگم اون که اون طرف میگفت آخه طرف داره شاه میکنن قیام ملی 28 مرداد میکنن قیام ملی، من نمیگم قیام ملی بود ولی کودتا هم نبود. اون چیزی که نتونستن بفهمن این بود که مردم با همه کم عقلیشون وقتی 2-3 سال گذشت فهمیدن که از این چاه نه آب میاد بیرون نه نون میاد بیرون، هیچ کدومش، بل کردن. بلا اون طرفدارانی که آقای مصدق داشت در یه دورانی اگه میریختن توی خیابونا پس این چهار تا به قول اینها شاخ شکسته برمیومدن دیگه، کسی نهیمد. چرا نهیمد؟ چون فهمیدن که این ایده چیزی برای ما توش در نمیاد، به درد روشن فکر ها میخواد که بگن ما نفت و ملی میخوان بکنیم، ولی از این ملی شدن چیز به دست ما نمیرسه و نرسه. در هر صورت بله، این نکته هست که از منظر سیاسی هم این قضیه
به شکلی در اومد که اگه میپرسیدید از خیلی از آدم ها که چرا مثلا شما با این وضعیت مخالفین، قاعدتا ولی اگه حرف دلش میخواستم زنن این که داشت به یه سمتی میرفت که ما هم یه گوشه از این سفره دستمون باشه، ولی ظاهرا الان نیست دیگه. و اون وقت فضا هم جوری برانگیخته کرده بودن که هر کسی هم که میخواست همکاری کنه با حکومت، خب به اصطلاح اون موقع خود فروخته و اینها تلقی میشد. ولی اما اون نکته هم که شما در بین صحبتتون اشاره کردید که انگار یه جنس مشترک فراگیرتری از چپ بودن باید بگیم که همه اینا رو پوشش بگیره، به طور کلی شما چه راست رادیکال چه چپ رادیکال اینا از یه فرمول پیروی میکنن، اونم این که حرفای معمولی اصطلاحا حرفای کلسوننهیه، یواش یواش و تدریجی و مثلا فلان و اینا رو خوششون نمیاد. من وقتی یه مثال دارم بعضی هم بعدشون میاد. ببینید گاو و گوسفند دو تا از بی آزارترین و مفیدترین موجودات این دنیا. اولا ما این دو تا رو با من توهین استفاده میکنیم، بعد هم هیچ کس نمیاد یه باغ وحش درست کنه و دو گوسفند و گاو توش بذاره، کسی نمیره نگاه کنه. چی رو میرن نگاه میکنن؟ کروکودیل، کرگدن و تیپای اینجوری. اینو خصوصیتون چیه؟ بسیار خطرناک، بیفایده، ولی با شکو. جریان روشن فکری بخشش اینجوریه، با شکو میخوان باشن. باید مثل کرگدن کروکودیل باشی، مثل گاو که مثلا میخواین شیر بدیم، من از سوم و دوم و هر چی دیگه استفاده بکنن و اینا، فایده نداره که. گاو اگه یه چیز خوب داشته باشه شاخشه، یاد بزنه. اینا این تفکر داشتن، این تصور داشتن. وقت ببینید مردم هم همینطوره. مردم هم وقتی که یک بانگی در میفته، دوباره یه بانگی هم که مثل یه نعره شیر مثلا فرض کنید که بالاخره هراس انگیز باشه، بابا و قد قد و اینا که مثلا حرفای لیبرال در حد بابا و قد قد و ما اینجور چیزها، هر چقدر فایده داشته باشه، هر چقدر آشتی خویی داشته باشه، اینا کسی رو به غلیان نمیاره. در حالی که خیلی ها دوست دارن که یه چیزی باشه که جذاب باشه دیگه، نیست. و در نهایت من فکر میکنم بزرگترین مشکل لیبرالیسم باز هم این میمونه که نمیتونه به راحتی اثبات بکنه که درون خودش عدالتی داره، درون خودش به روش خودش عدالت رو میتونه پیاده بکنه. یعنی اون شعاری که میگه بیشترین رفاه برای بیشترین افراد، خودش میشه مصداق این عدالتی که میخواد فراهم بکنه. و این که میتونه افراد رو در هر شرایطی که چند پله بالاتر بیاره، خب اینا همه میشه معیارهایی که قابل اثبات نیست. در نهایت بازم اون نظام اخلاقی جایگزین اون روشنفکر حرفش میچربه. و حالا بریم کن 3-4 دقیقه دیگه هم داریم بیشتر نمونده. حالا روزگارم گذشته و الان یه شکل یواشتری از روشنفکری هم فکر میکنم وجود داره. اینو شما چجوری توصیف میکنید؟ حالا دیگه دوران روشنفکری اونطوری شلوغ که آی بیاید من دست بکنم تو جیبم اکسیر رو بریزم کف دستون به خوشبخشید جامعه متحوشه نیست، اما یه شکل یواشترش هست. این چیه؟ دقیقا منظورتون چیه؟ متوجه نشدم من. یعنی این که همون الگوهای روشنفکری انگار حالتی یه مقدار پیچیده تر شده، انگار مشخص شده که حالا نمیشه مثلا با همون ساده سازی های عجیب و غریب. و نمونه های اروپاییش هم با پیچیده پردازی های عجیب و غریب الان مده. بله همینطور. اینم بذاریم نکته آخر در موردش. به نظر من جریان چپ یا مارکسیسم یک متهم فراریه و فکر میکنه، به درستی هم فکر میکنه که هر جا بگیرنش بالاخره یه تعدادی یقش میگیرن که بیا اینجا مثلا جواب بده. بنابراین کسی دیگه به این راستونی ها خودش رو با اتصال به اونها معرفی نمیکنه. اما ایده ها همون ایده هاست، فرقی نمیکنه. این کسانی که الان این ایده رو مطرح میکنن اگه بچلونیشون
چیزی بیشتر از مانیفست 1848 از توش در نمیاد، ولی خب چون اون ایده در واقع دیگه شکست خورده است، از یک در دیگه ای، از یک پنجره دیگه ای در اومده. و به نظر من حالا یا بیام که مستقل یه بحثی میخواد یا به هر شکل دیگه ای، الان در این فرصت نمیشه بهش پرداخت. من ترجیح هم اینه که اونها رو واگذاریم با همین یک جمله که اشاره کردم، با اون که بالاخره باید یه چیز متفاوت و جذاب گفت. حالا اگر یه زمانی این در نهایت شکل ساده سازانه بود، الان به شکل حالا پیچیدگی که خیلی ها ممکنه سرم ازش در نیارن، ولی نهایتا بازم احساس کنم مثل یه قضای پرچاشنی و اونچنانی بیشتر میتونه ذائقه ها رو به خودش جلب بکنه. اما یه نکته که من در این امتحان خواستم اشاره کنم اینه که من به آینده خوشبینم. دو دقیقه فرصته. بله. ببینید، هر چند که من اینو قبول دارم که تا دنیا دنیاست، بعضی از این تبلیغات، همین تبلیغاتی که ما میبریم شما رو به یه جای خیلی خیلی خوب میرسونیم، اینا طرفدار پیدا میکنه. تا زمانی که آدمای محروم وجود دارن، حتی محروم نسبی، محروم نسبی که همواره وجود خواهد داشت، محروم مطلقه که روز به روز داره کم میشه، برای همواره آدمای نسبت به آدمای دیگه محروم هم دیگه، و برای همواره زمینه این تبلیغات وجود داره. ولی به نظر من با توجه به رشد فکری و فرهنگی که الان توی دنیا وجود داره، اینها روز به روز مشتریاشون کمتر میشن، یا حداقل اون جریان‌های رادیکالش یه مقدار فروکش میکنه. من کماکان از دوستان شنونده سپاسگزارم به خاطر اینکه وقتشون رو به این برنامه اختصاص دادن. امیدوارم که بی استفاده نبوده باشه. از شما هم بی نهایت تشکر میکنم. ولی فکر کنم که اگر از مستمعین بپرسید، این قلبا رو به نسبت مثلا 9-1 بین شما و من، 9 تاش مال شماست، یکیش مال من شخصا. اگر شما بخواید به من همه شما گذار کنید، ممکنه شرنده ها دست شما عصبانی بشه. من کلا پشت شما میاد بالا دیگه، از هر چی که میاد بالا. خیلی محبت کردید استاد، تشکر. وقت شریفتون رو در اختیار ما قرار دادید، خیلی لذت بخش بود. شیرین کلام شیرین شما بسیار به دل میشینه. من از دوستانم خیلی قدردانی میکنم بابت اینکه این یک ساعت رو با ما همراه بودن. به هر حال این هم استفاده ای که ما از فضای مجازی میتونیم بکنیم دیگه. خوشحالم هستیم که میشه از فضای مجازی کارهای نظری هم برای کار نظری هم استفاده کرد. دوستان شبتون بخیر، اوتوز از این شبتون بخیر. من خدافظی میکنم. خدا نگهدار. بابان ما متشکرم لطفتون. درود بر شما. خدافظ شما.